سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید که مطمئن هستم اوقات خوبی نداشتید. اتلیست میتونم امیدوار باشم اوقات بهتری در انتظار شما و یکایک دوستان بیننده و شنونده در سر تا سر جهان باشه. خیلی خوشحالم که بعد از چند ماه باز فرصتی پیش آمد تا با آقای پدرام طنازی باشیم. خوشحالتر ای که ایشون همشهری من هست و روی فیسبوک میتونید با همین اسم پدرام طنازی با ایشون در تماس باشید. فعال خیلی چیزایی که می نویسه جالبه، چندین برنامه قبلا با تلویزیون مردم داشته، ولی امروز به خاطر این ماجراهایی که در 3 هفته گذشته در ایران اتفاق افتاده و خود شما به اصطلاح کم و بیش دور و نزدیک شاهدش بودین و در جریان بودید و مطمئن هستم که قلب شما هم آزرده شده با دیدن این خبرها، مخصوصا جوانها، مهمترین اونها میشه گفت که رهبریت این جنبش زنان الان به نام ایشون هست، خانم مهسا امینی است. اول سلام میکنم به پدرام عزیز، بهش خوش آمد میگم. پدرام جان لطف کنی مقداری در مورد خانم مهسا امینی توضیح بده. ایشون کی بوده؟ چگونه به اصطلاح سرنوشتش اینجوری رقم خورد؟ تا دوستان هم اگر سوالی دارن از طریق فیسبوک بنویسن، بعدم که این برنامه ها روی یوتیوب و اینها گذاشته میشه شما میتونید اونجا هم به اصطلاح سوالاتتون مطرح کنید، نظراتتون رو بگید. خیلی خوشحالم که آقای امیر موثقی هم از آلمان یا از فرانسه با ما هستن و دوستان دیگه هم هستن. اتفاقا در قسمت دوم برنامه با همسر آقای پدرام طنازی، خانم مهناز موسوی، چند دقیقه صحبت میکنیم، چون این برنامه بیشتر به اصطلاح خانم ها واقعا تحت فشار مضاعف بوده و هستن در 43 سال گذشته و الان چند هفته گذشته بدتر. من بیش از این وقتتون رو نمیگیرم. پدرام جان سلام، بفرمایید اوضاع احوال رو برای ما توضیح بدید که چگونه است. منم اولا خدمت شما آقای صوبی عزیز سلام میکنم و درود فراوان خدمت بینندگان در سراسر این جهان پهناور و هر کجا که هستن، خوش و خورم باشن و همچنین تسلیت میگم به خانواده افرادی که جونشان را برای آزادی وطن از دست دادن. آقای مقداری درباره خانم مهسا امینی توضیح بدید. شما بالاخره نزدیکتر به ایران و جوان هستید و شرایط و اینها رو بیشتر میدونید، بگید که ماجرات چی بوده و چرا امروز ایران در این آتش به اصطلاح تظاهرات و اعتصابات میسوزه و چه خواهد شد. بفرمایید. بله، مهسا امینی که در سال 1379 در خانواده کرد در سرخس متولد شده بود و اون پیش از مرگ به تازگی هم در دانشگاه پذیرفته شده بود و یه برادر به نام کیارش داشت. مهسا امینی هم در شهریور 1401 با خانوادهش برای دیدن فامیل از سفرس به تهران آمده بود که حدوداً ساعت 6 بعد از ظهر سه‌شنبه در نزدیکی ایستگاه مترو شهید حقانی واقع در بزرگراه شهید حقانی در حالی که همراه برادرش بود به دست ماموران گشت ارشاد دستگیر شد. پس از اعتراض برادرش کیارش امینی به او گفته شد که مهسا برای گذراندن کلاس توجیهی به بازداشتگاه منتقل شده و یک تا ساعت دیگر آزاد خواهد شد. ولی کسانی که اونجا شاهد عینی بودن در خودگشت و بازداشتگاه از ضرب و جرح وی خبر داده بودن، بر خانواده امینی هم اعلام کردن که در حین بازداشت درگیری رخ داده و ماموران برادرش هم نیز کتک زدن و برادرش که اونجا بوده مقاومت کرده و اجازه نداده که مهسا بازداشت شود. متاسفانه از گاز اشعاور و از این تفنگوی ساچمه استفاده کرده بودن و زمانی که به پلیس ساختمان پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزرا به دلیل صدمات وارده به جمجمه دچار مرگ مغزی میشه و در مراقبت‌های ویژه بیمارستان کسرا هم بستری میشه که متاسفانه با یه آمبولانس که از بازداشتگاه خارجش میکنن میبرنش بیمارستان و
عکس ازش میگیرن و اینا، متاسفانه که به قول معروف سکته مغزی کرده بود اینا. و خب دیگه این چیزی که باعث اتفاق افتاده بود که دیگه به قول معروف سرتاش آوردن به هم، و تا الان هم هنوز به قول معروف رژیم هنوز چیز نکرده که ثابت گفت که ما هنوز قبول نمی کنیم و ایشون هیچ آسیبی ندیده، ایشون از قبل بیماری داشته و به همین دلایلی که فوت هزاران نفر هم که همین اتفاقات تو زندان و شکنجه میشن و میمیرن و فوت میکنن، متاسفانه رژیم همیشه لاپوشی کرده و همیشه پنهون کاریش دیگه واسه دست همه مردم رو شده. و ایشون هم که به قول معروف در دانشگاه قبول شده بوده و با هزاران امید میخواسته بره دانشگاه و خب به خاطر یه تار موش ایشون میگیرن و بازداشت میکنن. ولی من یه چیزی که توی اخبارا شنیدم اینه که اون 5 تا ماموری که 2 تا خانم بودن و 3 تا آقا، اینا همشون دوربین داشته، حتی اون دوربین هم حتی نمیدم فیلم اون دوربینی که به بدنشون وصل بوده رو پخش کنن توی اخبار که حتی ثابت کنن که ایشون هیچ صدمه‌ای ندیده از لحاظی که ما دستگیرش کردیم. ولی خب به هر حال توی این فیلم هایی که نگاه کردن خب مسلمه 100% چیزی بوده که ضربه خورده. خب اینا هم که حتی ما به قول معروف همین گشت ارشاد که میگه ما هیچ کاری نکردیم، حتی پلیس که میگه ما هیچ کاری نکردیم، ولی ما الان تو این اعتراضات تو این چند 17 روز گذشته شاهد هزاران خشونت به علیه زنها و مردها و پسرها هستیم که تو خیابون هستن، چطوری دارن اینا رو اذیت میکنن و به قول معروف همه رو دارن میزنن و میکشن. خب اینا به هیچ کی دیگه رحم نمیکنن و خب این رژیم هم سر تا پاش دروغه و با دروغ و به قول معروف با نماز و روزه و این چیزا اینا هنوز که هنوز ماندگار شدن. بعد الان 42 سال 43 سال الان اینا ماندگار هستن. ولی خب دیگه متاسفانه و از یک طرف دیگه هم خوشبختانه دیگه مردم ایران همه آگاه هستن که اینا دیگه واقعا دروغ میگن و الان هم که 17 روز هنوز اعتراضات تو کل سراسر ایران ادامه داره و از این برام برام خبر میرسه که الان اینا توی شهر زاهدان، شیراز، اصفهان، تهران، تبریز، مشهد همه اینجا با آمار خیلی زیادی آقای صوبی مردم کشته شدن. من فکر میکنم بالای 500 نفر واقعا الان فقط میگن 90 نفر توی زاهدان کشته شدن، ولی الان این چیزی که آماری که داره میاد بیرون بالای 200 نفر توی زاهدان کشته شدن، فقط یک شهر 200 نفر کشته شدن. شما حساب کن کل سر تا سر ایران این همه اینا جنایت کردن، من فکر میکنم بالای 500 نفر شاید بیشتر هزاران نفر الان تا الان کشته شده باشه. ولی خب این یواش یواش مشخص میشه تا یه مدت دیگه که چند نفر واقعا کشته شدن. بله اتفاقا دیروز اون مثل امام جمعه زاهدان و سیستان بلوچستان اون هم شکایت کرد و گله کرد که چرا دولت دروغ میگه، خبرها رو اینجوری چیز میکنه. خیلی کار احمقانه این روزا که دست هر کسی یه تلفنی هست و تلفن‌ها هم دوربین عکاسی هستن هم دوربین فیلم برداری. واقعا باید احمق باشه کسی که اینجوری بیاد مثل آخوندها دروغ بگه. شما اشاره کردید که در 43 سال گذشته، ولی خب 10 سال اولش خمینی رهبر بوده. حالا بیایم خامنه ای رو روی میز تشریح بذاریم یا زیر ذره بین بذاریم، واکنش خامنه ای توی این 3 دهه حکمرانیش به اعتراضات چی بوده؟ مخصوصا این دفعه خیلی صبر کرد تا بیاد صحبت کنه. خیلی ها باور دارن اگه روز دوم سوم اومده بود حتی همین دروغا رو گفته بود باز یه کمی ممکن بود مردم باور کنن، ولی چون صبر کرد بعد از 17 روز آمد، تازه اونم باز یه جوری پرخاش به مردم و دفاع از حکومت ها، حکومت به اصطلاح پلیسی و بسیج و اینها بود. نظر شما راجع به خامنه ای و به اصطلاح عکس العمل اون به این اعتراضات چیه؟ بله
خامنه ای که در طول این 14 دهه اخیر خب چندین بار اعتراضات گسترده انجام شده، که اعتراضات سال 78 بود که در کوی حمله به کوی دانشگاه تهران بود در تیر ماه 1378، که این اعتراضات رو مفسد، محارب و زبون خواست، یعنی اینا رو به این جور معرفی کرد که حتی خامنه ای اون زمان به نهادهای امنیتی و نیروی مسلح دستور داده بود که اینا یه جمعی از اعشا، یه جمعی کوچک از اعشا و یه سری گروه سیاسی هستن که اینا غول خوردن و اینا موجب سلب امنیت و آسایش مردم شدن. از اینکه ملت ما یه ملت مؤمن و شجاع و هوشیار هست و ما این و با حضور خود در صحنه دشمنان زبون را مرعوب و منکوب میخواهیم کرد. اعتراض 88 اینا اسمش گذاشت بدخواهان و مزدوران. خامنه‌ای در همون انتخابات سال 88 که مردم به رأیشون اعتراض کردن، مردم دست نشانده سرویس های جاسوسی غربی و صهیونیست خواست و حتی نخبگان سیاسی هم گفت که اینا هم قانون زیر پا گذاشتن و ما میخواییم که مثلا اصلاح ابرو کنیم، میزنیم مثلا چشم و کور میکنیم، و به مسئولین هم گفت که حتما باید این خونها و خشونتها و هرج و مرجها خاتمه بدن و مسئولیت طبقات آنم به عهده اون کسانی هست که الان اومدن تو خیابون اختشاش کردن، که ما اسم اختشاش میزنیم اعتراض، معلوم این اسم میذاره اختشاش. اعتراضات 96 هم آبان 96 اینا رو مزدوم و دشمن دشنام دهنده به قرآن حتی خواند. حتی خامنه‌ای در واکنش به اعتراضات دیما 96، این دیم آبان ما هم آبان و دی 96 که بود، مردم اگه یادتون باشه به کسانی بودن که مال باخته بودن، مال باخته مؤسسه‌های مالی اعتباری، که خیلی از مردم ایران این پولاشون توی این مؤسسه‌ها اینا گذاشته بودن، بعد برای که خود دولت تشویقشون کرده بود، خود خامنه‌ای خود دولت دولت تشویق کرد که اینا پولاشون رو بزنن توی مؤسسه مالی و اینا، و همون مؤسسه ها ورشکست کردن و صاحباشون همه فرار کردن. بعد کسی طرف مثلا یه خانمی بود اومد میگه آقا من حالا اون زمان سال 96 میگه من 500 میلیون تومان 200 میلیون تومان پول داشتم گذاشتم توی مؤسسه مالی، اعتبار یه سودی ماهیانه به من میدادن، الان من این پولم که رفته هیچی، الان ماهیانه هم ندارم که بخوام مثلا بخورم. خب اینا این اعتراضاتم به اساس اینا بود. اعتراضات 1400 هم بهانه خود خامنه‌ای گفت آقا این بهانه باید ما به دست دشمن ندیم، اینا طراحی آمریکا. خب شما تو این 14 دهه تو تمام صحبتاش یه چیز خیلی مشخص که وجود داره، همش میگه طراحی آمریکا و رژیم صهیونیستی هست، و از یک طرف دیگه میگه که مردمی که داخل ایران هستن اینا گول خوردن، میان میشن یه سری شبکه‌های اینترنتی نگاه میکنن، تحریک میشن، جوونا میزن تو خیابون، اینا با یه تنبیه خیلی ساده کن. خب خامنه‌ای همیشه هیچ وقت نمیتونه بیاد در مورد این صحبت کنه. من هیچ وقت یادم نمیره آقای صوبی سال 88 بود که بعد از خطبه نماز جمعه هاشمی رفسنجانی که تموم شد، هفته بعدش خود خامنه ای اومد صحبت کرد و اومد گفت حتی مسئولین ما هم مقصر هستن. خود خامنه ای اومد این حرف زد. چرا؟ به خاطر اینکه خود خامنه ای میگه همیشه ما باید اون چیز واقعیتی که تو کشور اتفاق میفته ما نباید علنا به مردم اطلاع دهیم، ما باید این چیزها رو پنهان کنیم. خود رفسنجانی در عمل گفت بله آقا یه اعتراضی شده، یه عده وسیع از مردم به رأیشون اعتراض دارن. خامنه اومد گفت نه اینا یه عده خیلی کوچیکی هست، ما نباید اون چیز واقعیت. بعد حتی اومد گفت که مسئولین کشور هم حتی یه سری واقعیت ها رو میبینن نباید علناً توی رسانه ملی اعلام بکنن. خب این یعنی چی؟ یعنی این که ما باید پنهون کنیم. رسانه ملی وقتی که اعلام میشه یعنی ما خودمون داریم تأیید میکنیم به مهر اشتباه کار خودی که خودمون کار اشتباهی که کردیم توی ایران داریم این کار رو انجام میدیم. توی یکی از اون برنامه ها هم گفت آتش به اختیار، و به قول شما الان هم میگه اینها فریب خوردن و
باید تنبیه بشن، یعنی طلبکار مردم هم هست، مردمی که الان باید یکی بیاد مسئولین رو معرفی کنه، حتی اونا رو تنبیه کنه، مجازات کنه، محکوم کنه، اگه مجرم شناخته شدن زندان یا اخراج کنن از شغلشون، اونا رو میذاره کنار و به مردم معمولی میگه باید اینا بیان تنبیه بشن. و باز همونجوری که شما درست هم گفتید، همش بلیم میکنه یا سرزنش میکنه آمریکا و اسرائیل و اینها. حتی یه چند تا از خود آخونده ویدیوهاشون رو من دیدم که میگه آقا دختر مردم گرفتید، کشتید، تحویل دادید، میگید آمریکا، آمریکا کجا بود؟ خب همون موقع بیان بگین این اشتباه کرده، فلانی زده تو سرش، درجهشو گرفتیم و اینها. حالا بعضیا امیدوارن که از داخل خود اینها به اصطلاح شروع بشه و یکی پیدا بشه، چون خیلی ها نگران این هستن که اگر اتفاقی بیفته جنگ داخلی میشه، چون خلأ هست، چون هیچ رهبری نیومده جلو. آقای رضا پهلوی که از اینجا میگه برن تو خیابون وایسن، شبا سود بزنن، آقای رجبی هم که اصلا هیچ خبری ازش نیست، خانم رجبی هم که میگه اگه خواستید من میام رئیس جمهور میشم. و متاسفانه من دیدم حالا بعضی ها نگران جنگ داخلی هستن بعد از فروپاشی، من میبینم الان جنگ داخلی بین ایرانی ها در خارج شروع شده. این دوست ما الان آقای موثقی نوشته که در کرن هستن، و اتفاقا دیروز دیدم آقای آتیلا آریا از کرن یه گزارشی داد که گفت مجاهدین مردم رو فریب دادن، نگفتن ما مجاهدین هستیم، گفتن مردم بیاین به خاطر مهسا امینی و دیگران تظاهرات و اینها، بعد که مردم اومدن اینجا دیدن اینا مجاهدین هستن. این کار رو سالها پیش، حدود 18 سال پیش در آمریکا در واشنگتن کردن. اون موقع خود من تبلیغشون کرده بودم، وقتی ما رفتیم اونجا مردم اومدن گفتن آی سور به شما که نگفتید اینا مجاهدین هستن، گفتم باور کنید به خود منم کسی نگفته بود مجاهدین هستن و اینا اینجوری میخوان موج سواری کنن. نظرتون در این موارد چیه؟ آیا امیدی هست که یکی از اینا از داخل، حالا یا ارتشی یا سپاهی که واقعا دیگه خسته شده باشه از این دروغا، میتونیم بگیم کودتایی بکنه، یا اینکه واقعا اینا فرو میریزن و اون دعواهای خیابانی، یا بعضیا حتی میگن جنگ داخلی ممکنه شروع بشه؟ شما که جوانتر از من هستید چجوری میبینید اوضاع رو؟ من فکر میکنم که این چیزی که پیش اومده، چون که الان شما حساب کنم تا الان 18 روز این اعتراضات مداوم پشت سر هم در ادامه پیدا میکنه، من فکر میکنم که به قول معروف یک کودتا، یک چیزی، نه الان، نمیدونم الان، آینده، کی، ولی مطمئن هستم تو این مدت پیش خواهد آمد. چون این چیزی که اتفاق افتاده تو ایران، من فکر میکنم حتی آدم های خود رژیم هم پشت این قضیه هستن، غیر از خود مردم. چون یه سری گروه سیاسیونی هستن که توی ایران هستن و حتی دیگه با این نظام هم نیستن، جدا شده این نظام هستن. چون آی صوفی شما راه دور نریم، شما از هر خانواده که یک نفره بزنن بکشن یا زندانی بکنن، خب دارن در واقع مثل حالت این اعتراضات کوچیک 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 الان کل سرتاسر ایران گرفته. چقدر سرتاسر ایران گرفته شما حساب کن؟ از هر خانواده که یه نفر زندانی شده باشه یا شکنجه شده باشه یا کشته شده باشه به مخالف رژیم میپیونده. یعنی اینکه شما اگه امروز 50 نفر باشه، فردا میشه 100 نفر، پس فردا میشه 150 نفر. این روز به روز داره بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشه و اینا هم میان سرکوب میکنن، باز هی بیشتر میشه. الان من تو این دو سه روز گذشته یک مدتی بود که اینترنت تو ایران قطع شده و که حتی با تلفن معمولی هم شما نمیتونستی زنگ بزنی ایران. خب بعد با تلفن کارتی هم شما نمیتونستی زنگ بزنی، وای به حال اینترنت که اصلا کامل بسته بودن. که حتی اینجا توی اروپا که ما هستیم، خیلی هم میگفتن خب دیگه تموم شد، دیگه سرکوب کردن و کلی آدم زدن کشتن، دیگه الان تموم شد. ولی الان ویدیویی که داره میاد بیرون، داریم میبینیم که واقعا این اعتراضات همینجور داره وسیع‌تر و وسیع‌تر میشه.
بله پدرام جان، بعضی هم به اصطلاح معتقد بودن که آخوند با اشتباهی که کرد و اینترنت رو قطع کرد باعث شد که مردم بگن خب بریم تو خیابون ببینیم چه خبره. یعنی اونی هم که نمیخواست بیاد اومد بیرون و اینه که میبینیم در هر محلی 100 تا 200 تا و تظاهرات به اون این دفعه خیلی پراکنده است و همین پراکندگی باعث شده که نیروهای انتظامی خسته بشن، به طوری که اژه‌ای، محسن اژه‌ای اومد گفت که اون موقع که نیروهاشون 3 روز تو خیابون بودن گفت 3 روز اینها نخوابیدن و اینها. سوال من، سوال بعدی من اینه، فکر میکنی آیا اعتراضات و تظاهرات در ایران این بار تفاوت داره؟ اگه تفاوت داره چرا؟ آخه الان اعتراضاتی که الان توی ایران اتفاق افتاده، صف اول خانم های هستن که الان به اسم شعار زن زندگی آزادی اومدن جلو و الان واکنش تمام کشورهای دنیا بر اساس اینه که الان حقوق یک زن رعایت نمیشه. این خیلی مهمه به نظر من. و دومین مسئله هم که الان خیلی مهمه اینه که دانش آموزه که 15 سال سنشون هست، 17 سال، 20 سال سنشون هست، همه اینا هم پیوستن به مردم، همه اومدن توی خیابون و از زمان وقتی که دانش آموزانی که 15 سال سنشون هست اینا هم پیوستن به مردم، کار واسه رژیم خیلی سخت میشه. آقای صوبی شما حساب کن توی اعتراضات سال 88، خب در عرض یه هفته مردم سرکوب کردن، مردم کشتن، دانشجوها رو زدن کشتن و دانشجوها دستگیر کردن، ولی الان دیگه اعتراضات فقط به رأی نیست، اعتراضات فقط یه جنبش دانشجویی نیست، یا اعتراضات مثلا من آبان 96، دی 96 فقط مؤسسه مالی اعتباری نیست، الان دیگه مردم خسته شدن از این رژیم، کل مردم الان اومدن میگن الان دانش آموزان هستن. خب اتفاقا سوال من راجع به همین دانش آموزا است، جنبش دانش آموزی چگونه به اصطلاح بخشی از اعتراضات سراسری ایران شده؟ چون ما دیدیم حتی دیگه الان از دهه 80 ها هم عبور کردن، میگه دهه 90، دهه 90 یعنی اینا تو دبستان هستن. چجوری به نظر شما جنبش دانش آموزی نه دانشجویی اونم اومده جزء این نارضایتی ها و تظاهرات و اینها شده؟ به خاطر اینکه وقتی مسئله حجاب اومد وسط دیگه این مختصش تمام دانش آموزان دختر شد. خب ما میدونیم که وقتی دانش آموزان دختر اومدن خیابون تظاهرات کردن، پشتوانه این دانش آموزان دختر هم پسرها اومدن تو خیابون. الان من میبینم هر جایی که مثلا یه جمعیت خیلی زیادی دانش آموز دختر هستن، تو اون جمعیت هم شما دانش آموزان پسر هم میبینید، اینجوری نیست که فقط دختر باشن، پسر هم میبینید. الان مثلا میبینید تو فیلمایی که من نگاه کردم در تهران، کرج، سنندج، سقز، مریوان، شیراز، مشهد، کرمانشاه، تمام اینا همه مثلا دانش آموزان پسر هم همه اومدن تو خیابون دارن علیه حکومت شعار میدن و اعتراض محدود به دختران نیست و پسران وارد این قضیه شدن. الان شما میبینید تو این ویدیوها دختران نوجوان در داخل مدرسه به شکل دیگری هم اونا دارن اعتراضشون نشون میدن و با پایین کشیدن عکس رهبران قبلی، سابق جمهوری اسلامی، نوشتن شعار زن زندگی آزادی. من تو این فیلم ها میبینم که مثلا روی تخته کلاس حتی با پای کردن تصویر آنها از صفحات اول کتاب درسیشون آتش میزنن و میسوزونن درس‌های اول صفحه اولشون که عکس مثلا خمینی و خامنه‌ای گذاشتن. بله دیدم من اون ویدیو رو. آقای طنازی، بله. آقای موثقی حرف جالبی میزنه، اینجا نوشتن که کشتار دانشگاه شریف موجی جدید در این فصل ایجاد کرد. بعد ایشون هم میگه نسل دهه 90 همون کودکان دانش آموزان دبستانی. فقط یه چیزی رو شما گفتید، من یه سوال دارم درباره این که حالا که خانم ها آمدن به خیابون میبینیم که آقایان هم هستن، ولی باید با خودمون رو راست باشیم. هر دختری بالاخره یه برادر داره، دو تا برادر داره، یه بابا داره، یک دایی داره. چرا تعداد مردا اونجوری که باید و شاید نیست؟ بعضی ها میگن به این دلیل که این حکومت آخوندا یه جوری
برای مردا یه حکومت خوبیه. از این بر نمیدونم منقل و وافورشون و خوشگذرانی و مسابقه فوتبال و چی میگن لات بازی های مردونه شو دارن، از اون ور یه زن بگی 4 تا سیغه کن و 8 تا مخفیانه دارن. اینه که مردا خیلی همراه نیستن. شما باور دارید که این درسته یا چه دلیلی هست که مردا به اون صورتی که باید و شاید پشتیبان و همراه این خانم ها نبودن یا من ندیدم تا امروز؟ نگاه، الان مسئله اولی که الان توی این اعتراضات به وجود اومده واسه زن هاست. شما حساب کن الان شعار ما چی؟ شعار که الان توی اعتراضات بودن چی؟ زن زندگی آزاد. الان خانوم ها صرف اول هستن توی اعتراضات. نه خب؟ مرد میهن آبادی رو میگن دیگه، آقای موسوی هم اینجا نوشته. بله، بعد این حکومت جمهوری اسلامی حکومت اسلامی، خب ما با اینه در نظر بگیم که یه حکومت اسلامی، خب یعنی چی؟ یعنی این که خانومه که الان میرن سر کار توی بانک کار میکنن، توی اداره دولتی کار میکنن یا خصوصی یا مدرسه میرن، همه باید حجاب اسلامی رعایت کنن، درسته؟ به خاطر همین که وقتی خانوما میان صف اول اعتراضات میشن، نیروهای سرکوبگر نمیتونن اون سرکوبی که واسه آقایون در نظر گرفتن، نمیتونن خانوما رو سرکوب کنن، درسته؟ ما تو فیلم ها میبینیم مثلا یه دفعه خانم یه دارن رو زمین، 5 نفر آدم اومدن گرفتنش، هم یه دارن رو زمین میکشن میبرنش. توی سری صحنه ها، توی سری شهرها ما این اتفاقات داریم میبینیم، اینجور دارن خانم ها سرکوب میکنن، ولی نمیتونن اون سرکوبی که اگه صف اول تمام مردان بودن خیلی راحت میتونستن سرکوب کنن، بزنن، بگیرن، ببرن، شکنجه کنن، اعدام کنن، ولی زنها نمیتونن. آقای صوبی، همه زنها تو این صف باشن، بیرزن زنها رو بزنن. حتی اون آدمایی که مان سرکوب هم هستن، خیلی هاشون توی وجدان خودشون دلشون نمیاد که همچی کار کنن، چه آدمای بیشرف، آدمای کثیف مثل اطلاعات سپاه، اداره اطلاعات، اینا هستن که همش دارن سرکوب میکنن. ولی خود همین یگان ویژه، یگان امداد، نیروی انتظامی، من میبینم که اینا رو مثلا به خانوما میگه آقا برید کنار، برید کنار، چون حکومت ما یه حکومت اسلامیه، این جمهوری اسلامی یه حکومت اسلامیه و حجاب دارن رعایت میکنن، باید حجاب داشته باشن، نمیتونن دست بزنن به این زنا و که زن دستگیرش کنن، بگیرن از پشت دستبند بزنن. متوجه چی میگن؟ یعنی شما میگی زنا جلو باشن ممکنه یکم حیا کنن، ولی ما شاهد بودیم اینجوری نبوده. با طرف اومده برای که موهای زن یکم بیرونه، میگیره زنه رو، شکمش پیدا میشه، پاش پیدا میشه، بعد همه میگن آقا تو اگه با این نامحرمی چجوری دست میذاری و میگیری اینها. ولی این برنامه که شما گفتید، من یه چند تا ویدیو مخصوصا امروز دیدم که همین نیروهای ویژه اومدن، و من یاد خودم افتادم توی دوران حکومت نظامی که ما به سربازا میگفتیم که مگه مردم چی میگن که شما میخواین بزنین، نزنین، اینا عصبانی هن، رعایت کنید. یکی از اونها میگفت که ما اولا ما به اصطلاح مسلح هستیم و چیز دیدیم، آموزش دیدیم، اینا در سطحی نیستن که ما باشون مبارزه کنیم. میگو به اینا تسلیت بگین، اینا رو آرام کنید، و اینها فعلا عصبانی هستن میرن. و واقعا جای قدردانی داره که افسری یا درجداری یا همچی حرفی رو بزنه، مردم باید ازش تشکر کنن. من دیدم دیروز بعضی ها عصبانی شدن، به ارتشی ها میگن شما نمیاید رو سرید سرتون کنین اینها. گفتم نکنید این کارا، هرچی با اینها با زبان دوستی و ملایمت و مهربانی صحبت کنید بهتره. من یادمه زمان قبل از انقلاب میومدن گل میذاشتن توی لوله های تفنگ سربازا و اشک همه در میومد، یعنی طرف تفنگ و شیسه و 40 تا فشنگ دستش بود ولی میلرزید در مقابل اون کسی که یه شاخه گل گذاشته بود توی لوله تفنگش. شما نظرتون چیه؟ باید مردم، چون دیدم بعضی جاها مردم این مامورا رو گرفتن میزنن، بعد یه نفر از خود همون مردم میاد میگه نزنید اینا رو، به اصطلاح زخمی نکنید اینا، هر یکیشون که زخمی بشه اینا معمولا خانواده هاشون هم پر جمعیت هستن،
این یکی که بره 10 نفر دشمن پیدا میکنید. اینا رو با مهر و عطوفت و به اصطلاح انسانیت جذبشون کنید. شما نظرتون چیه؟ این دوتا طیفی که الان روبروی هم هستن، هر دو طرف اگه عصبانی باشن که هیچی، همون جنگ داخلی شروع میشه، چه باید کرد؟ بله آقای سوال، ما اینو میخواستم بهتون بگم، پرانتزی باز کنم. حکومت جمهوری اسلامی حکومت مردمی که نیست، یه حکومت نظامیه. خب حکومت نظامی هم هست که الان ما فقط با ارتش و نیروی انتظامی، که ارتش که حالا یک طرف قضیه است، ولی نیروی انتظامی که الان تو خیابون هستن دارن سرکوب میکنن، مشکل اصلی مردم فقط نیروی انتظامی نیست. شما الان این لباس شخصی ها هست که میبینید، بسیجی ها باتوم دستشونه، خود اطلاعات سپاه هست. شما الان نگاه کن، سپاه که نمیاد از تو پادگان بول معروف مامورایی که عضو سپاه هستن بیانشون تو خیابون، من اطلاعات سپاه هستن که اومدن تو خیابون، همشون کلت دارن و لباس شخصی هستن. اینا من اطلاعات معاونت عملیات سپاه هستن و اداره اطلاعات. خب حتی اون یگان ویژه، حتی اون ماموری، حتی اون سرهنگ انتظامی هم که حتی میان وای مثلا الان کاری که دارن میکنن اینه که تو خیابونا شما هر جایی که میبینی یگان ویژه، یگان امداد وایساده، مثلا برفرض سر این شعارا 100 تا نیرو انتظامی، مامور انتظامی وایساده، شما در کنارش میبینی یه دفعه 10 تا 20 تا مامور لباس شخصی هم هستن. اینا میان نگاه میکنن، اگر که ببینن سرکوب میکنن، سرکوب دارن میکنن، اگه سرکوب نکنن آیه صحبی، اینا رو میان میگیرن میبرن، اینا رو میان میگیرن. حتی اون مامور سرهنگ نیروی انتظامی هم بازداشت میکنن، شب میان در خونش بازداشتش میکنن، میگن آقا بی واسه ما توضیح بده چرا شما تو فلان ساعت فلان تاریخ مردم سرکوب نکردی، دستور ندادی، سرپیچی کردی از دستور. آقا پدرام، آقای شاهین غلامرضایی هم که خودش دستن در کار ویدیو ساختن و یوتیوب و اینها هست، ایشون میگه به نظر من باید این وحشی ها را کتک زد. شما با ایشون موافقی یا فکر میکنی که اگه آدم ها هم که اومدن تظاهرات اینا رو کتک بزنن؟ حقیقتا آقای تقی مختار صاحب روزنامه ایرانیان یه چیزی نوشته بود خیلی جالب، نوشته بود شما از این ناراحتید که اونها قدرت دارن شما ندارید، یا از این ناراحتید که اونی که قدرت داره دیکتاتور هست؟ یعنی میخواست به یه جوری بگه خب شما هم اگر اونجوری عمل کنید که اونا عمل میکنن، با اونا فرقی ندارید. شما با نظر آشاهین موافقی که میگه باید این وحشی ها رو کتک زد؟ من آره موافقم واقعا، چون که دارن اینا مردم سرکوب میکنن، مردم داشت این تنها این رژیم، تنها راه این رژیم، نه ما نه آمریکا کمک ایران میاد مردم ایران، نه کشورهای اروپایی میان کمک مردم ایران، تنها کسی که میتونه به مردم، میتونن به خودشون کمک کنن، خود مردم هستن. راش چیه؟ یا یعنی اینکه این رژیم بیاد و دست حکومت تحویل بده، بگه آقا بفرمایید این مملکت واسه شما، ما میخواییم بریم، که اینا هم که ما میدونیم که اینا آدمی، اینا حتی ایران بکنن تبدیل به سوریه، خراب بکنن، ویرانی به باب بیارن، آقا خان اینا از این مملکت نمیرن. دست چطوری میرن؟ میشه مثل سوریه. پس مردم باید کمک کنن، مردم چطور میتونن کمک کنن اینا رو بکنن بیرون؟ همین باش، همینه که بیرون تو خیابون تظاهرات کنن، اعتراض کنن. خب تظاهرات اعتراض کردن، حکومت عوض بشه، بدون خون ریزه که حکومت عوض نمیشه. ممنونم از شما. بحثت هر انقلابی باید یه برنامه، باید چیز بشه دیگه، با مردم یه خونی مردم میرزن دیگه. همیشه همینجوره، میگن یه هزینه‌ای باید پرداخت بشه، تو یه هزینه باید اگه پرداخت بله، اگه دنبال چیزی هستید که دریافت کنید، برای دریافت اون باید یه هزینه پرداخت بشه. اگر موافق باشید همسر شما هم چند دقیقه درباره این موضوع صحبت کنم. من تشکر میکنم خانم مهرناز موسوی، و اگه صحبت دیگه ای داری پدرام بگو، اگه نه که امیدوارم در روزهای آینده با ما باشی ولی با خبرهای بهتر. من خیلی ممنون هستم از بینندگان که برنامه ما رو نگاه میکنن، تماشا، و با نظراتشون ما هم شاد میشیم، و خیلی ممنون هستم از بینندگان و همچنین از شما سولی عزیز. بسیار ممنونم. اگر لطف کنی ما با همسر شما هم
چند دقیقه صحبت کنیم. به پدرام دوستان قبل از برنامه میگفتم کار جالبی که هم پدرام و هم همسرش انجام دادن، روی صفحه همون جوری که اینا زندگی مشترک دارن، صفحاتشون هم میشه گفت تقریبا مشترک هست. صفحه پدرام که میرید عکس همسرش اونجاست، صفحه خانم مهناز موسوی هم که میری عکس پدرام اونجاست. من به شما بازم تبریک میگم، امیدوارم زندگی زناشوییتون رو با که شروع کردید با روزهای بهتری در آینده همینجوری ادامه بدید و به قول معروف سایتون روی سر یکدیگر باشه. خیلی ممنون پدرام که با ما بودی. ما چند دقیقه هم با همسر شما صحبت کنیم. درود آقای صوفی، مهناز هستم. ممنونم خانم مهناز موسوی، حال شما چطوره؟ این روزا آدم حقیقت وقتی این سوالو میکنه میدونه که سوال خیلی خوبی نیست، هیچ کس حال احوالی نداره، ولی این دیگه طبقی عادت هست. شما به عنوان یک بانوی جوان که توی این شرایط سخت زندگی کردید، مدرسه رفتید، دانشگاه رفتید، بعد الان آمدید خارج، با وجود که خارج هستید هر روز دل و به اصطلاح روحتون با ایران، قلبتون با دخترها و خانمهای ایرانه، شما یه مقداری برای ما توضیح بدید که الان شرایط ایران و شرایط خانمها رو چگونه میبینید؟ من سلام و درود میفرستم به تمام بینندگان عزیز و محترم شبکه خوب مردم تیوی و به خانواده عزیزانی که جونشون رو در این راه از دست دادن تسلیت عرض میکنم. و در مورد این که بله، من دوران نوجوانیم و تا 30 سالگی ایران بودم، همونجوری که شما گفتین که من تو ایران زندگی کردم. خب من مادر خودم مدیر مدرسه بود که توش درس میخوندم و هر از گاهی وقتی ازش سوال میکردم که این همه قوانین سفت و سختی که واسه ما میذاشتین برای چی بود، میگفتش که باور کن از طرف آموزش پرورش میاد. حالا این قوانین سفت و سخت ما چی میتونسته باشه؟ مثلا به عنوان یک دختر دبیرستان دوره راهنمایی که تو ایران بودم، ما کفشمون سرتاپا باید مشکی می‌بودیم یا سرمه‌ای، کفش رنگی اجازه نداشتیم بپوشیم، مقنعه‌مون نباید زیر ژاکتمون می‌بود. همه این اینا برای اینکه مثلا اندام آدم معلوم نباشه. و ما اون زمان خیلی ساکت بودیم، یعنی گوش می‌دادیم و ساکت بودیم. ولی الان وقتی شجاعت این جوونا رو میبینم و اینکه وای میستن و این حرفای زور رو قبول نمیکنن، واقعا از اینکه ما انقدر ترس و بزدل بودیم خجالت میکشم و واقعا به اینا دستمریضا میگم. یعنی واقعا دمشون گرم، میدونم دارن جونشون رو میدن و حرکت خیلی بزرگه و امیدوارم، واقعا امیدوارم به نتیجه برسه. راست میگید، آدم وقتی مهاجرت میکنه با جسمش مهاجرت میکنه، ولی روحش تو کشور خودشه، در کنار مردم خودشه، شب با گریه میخوابه، صبح با گریه بلند میشه از این اخبارهایی که میبینه و میشنوه. ولی برای به دست آوردن یک چیز بزرگ آدم باید یه سری چیزها رو به دست بده و ما هم هممون کاری که انجام میدیم سهمیم که تا اونجا که میتونیم تلاش میکنیم و امیدوارم که واقعا این جنبش به نتیجه برسه. واقعا حیفه تا اینجا اومده و به نتیجه نرسه، واقعا حیفه. در مورد مسئله مهسا امینی من خواستم یه چیزی بهتون بگم. من همون روز که شنیدم این خانم بیمارستان کسرا بستری شد، از رفتن و بیمارستان کسرا بستری شدنش یه لحظه خودم مشکوک شدم به داستان، به خاطر که حالا بحث این که بیمارستان کسرا نزدیک وزرا هستش رو بذاریم کنار، بیمارستان های خصوصی تو ایران اسمشون خصوصیه، خب ولی در حقیقت سپاه و یک ارگانای این مدلی پشتشون قرار داره. اگر این خانم توی بیمارستان دولتی می‌بردنش، اگه من توی ایران مریض بشم زنگ بزنین آمبولانس، منو 100% می‌برن بیمارستان دولتی، چون بیمارستان خصوصی هزینه‌اش خیلی بالاست. ولی اینکه بردنش بیمارستان کسرا یا بیمارستان خصوصی، از همون اول من به قول معروف دوزاریم افتاد که این چی بوده که سریع رسوندنش بیمارستان کسرا که اینقدر هزینه‌اش بالاست و حاضر شدن این هزینه رو دولت بده که این بره اونجا. بعد بیمارستان کسرا، یعنی بیمارستان کسرا که میدونین، حالا من میدونی یا نه، ولی بیمارستان کسرا بیمارستانی هستش که دکتر هاشمی وزیر بهداشت زمان روحانی یکی از بزرگترین سهامدارای اونجاست و خیلی راحت، یعنی بیمارستانهای خصوصی رو خیلی راحت میتونن کنترل بکنن و نمیذارن اخبار بیاد بیرون. اگر ایشون یه بیمارستان دولتی بستری بود، اخبار خیلی بیشتری
ما میتونستیم به دست بیاریم. حالا بازم به دست آوردیم، ولی مثلا اگه چه بیمارستانی مثل شریعتی که بیمارستان دولتیه بود، خیلی راحت تر میتونستیم به جزئیات سریع تر برسیم. بله خانم موسوی، من همین سوال رو از پدرام پرسیدم، از شما میپرسم، آیا این بار اعتراضات و تظاهرات در ایران متفاوته با دفعات قبل؟ چون در 43 سال، حتی از سال اول مخصوصا خانما اومدن با حجاب اجباری به اصطلاح مخالفت کردن و خیلی متاسفم که مردان نیومدن، پشت سرشون نبودن و حکومت تونست از روز اول اینا رو سرکوب کنه. این بار رو شما چگونه میبینید و چقدر بهش امیدوار هستید؟ من حقیقتش بخوام بگم احساس میکنم 50-50، چون خیلی قضیه طولانی شده. هیچ وقت این اعتراضات ما به 18 روز نمیکشید و هیچ وقت پای انقدر جوون وسط نمیومد. این اعتراض با زنان شروع شد و کلن وقتی که بحث زن میشه تو کل دنیا یک دیدگاه دیگه بهش دارن. خب این خب میتونه از اینکه دیدگاه دنیا بهش اثر فرق میکنه، هر چند که از طرف دنیا ما حمایت بزرگی نتونسته باشیم داشته باشیم، ولی همین که خودش هی هر روز داره هی بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه و همینجور گسترش پیدا کرده تو داخل ایران و خارج از ایران. ما داریم همین شنبه تو استکهلم مردم تظاهرات کردن و پشت مردم ایران وایستادن و مثلا شعار دادن، ولی اینکه یک جنبش همچین بزرگی تا حالا تو این 43 سال واقعا نداشتیم، حتی اون جنبش سال 88 هم به این بزرگی نبود. این میتونه 50-50 باشه، ولی مسئله اینه که من حالا نمیتونم اسم ببرم، ولی من یک کسی که داخل ایران یک ذره تو این سازمان ها هستش بهش گفتش که مسئله اینه که این در حال حاضر خودشون تو خودشون هم دوچار مشکل شدن، یعنی خودشون با خودشون تو سپاه و نمیدونم ارتش و اینا فعلا تو درگیری و اینجور چیزان. بله. اگر یک ارگانی از اونا تکون بخوره، یعنی ببینن که این 50 مثلا میشه 55%، 60%، یه ارگانی یک حداقلش ارتش ممکنه به این مردم بپیونده. من تجربه اینو دارم که چون توی ایران توی سازمان سپاهی و ارتشی کار کردم، من توی بیمارستانی که کار کردم پشتش سپاه بوده، پزشکایی که باشون کار میکردم پزشکایی بودن که همشون سپاهی بودن، دکتر عادل بود، حضرت عادل بود و اینا. وقتی تو اون محیط بودم میتونم بفهمم که اینا هم میدونید همه چی میشه اگر گسترش پیدا بکنه، اگر یه ذره بزرگتر بشه ممکن هست یکی از اینا بیاد پشت من. حداقل ما امیدوار هستم که ارتش به این جنبه بپیونده، هرچند که ارتش یک زور بزرگتری بالای سرش هست، ولی من امیدوارم واقعا. یعنی حیفه تا اینجا اومده ما داریم واقعا جوانامون رو میدیم تو این راه. ممنونم. چون بعضیا نگران این بودن که اینقدر طولانی شده و تا امروز رهبری پیدا نشده، چه از خارج چه از داخل ایران، یکم ناامید کننده است. ولی شما اینجوری که گفتید میگید اتفاقا وقتی طولانی بشه هم طرف سرکوب کننده خسته میشه، هم امکان این که از داخل اونها به مردم بپیوندن بیشتر و بیشتر میشه. امیدوارم اینجور باشه. بازم از شما ممنونم. من ساکت میشم، اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه باز منتظر روزهای آینده باشیم تا با شما و پدرام باشیم و امیدوارم که خبرهای بهتری رو از طریق تلویزیون مردم به دوستان بیننده و شنونده بدیم. ممنون آقای صحبی از وقتی در اختیار ما قرار دادین. بله من فقط من خودم هم تجربه اینه که توی از گشت ارشاد منو به خاطر اینکه فقط مانتوم جلوش باز بود، در صورتی که لباسی که زیرش داشتم بلند بود، به قول من تا سر زانو بود حداقل، و منو گرفتن بعد بردن تو اونجا تو گشت ارشاد. آخرشون بهشون گفتن آقا من شیفت بیمارستان هم، دقیقا روبروی بیمارستان دی منو گرفتن، گفتن من شیفت بیمارستان دارم الان مریض داریم این حرفا سزارین اورژانس بدم میخوام چیکار کنم، پرسنل نداریم، من به رئیسم حداقل باید خبر بدم. میدید آخر سر به من یه دونه سوزن دادن، گفتن این با این سوزن کانتو تو ببند برو. یه عکسی هم ازم گرفتن، یه اثر انگشتن گرفتن، گفت یعنی اسلام اونا به اون یه دونه سوزن بود کلا. این از وضعیت گشت ارشاد ما. و از طرف اینه من الان میدونم چون تو شرایط بودم، شرایط مشابه تو بیمارستان بودم و میدیدم که مریضای میان که آسیب دیدن سرشون دستشون پاشون شکسته و این حرفا،
از واقعا پرسنل کادر درمان ایران واقعا انتظار دارم که پذیرش بدن، دنبال این نباشن که مریض پرونده تشکیل بده، دنبال این نباشن که خانوادش بیان یک دو سه به این آدم باید رسیدگی کنن. اونا سهمشون حتی نمیتونن برن اعتراض بکنن، حتی نمیتونن توی مردم باشن، سهمشون رو به این شکل اجرا بکنن، بیان وظیفه‌شون رو اجرا بکنن که اون پزشکی که توی بیمارستان خصوصی نشسته فقط دنبال این نباشه که این مریض پولشو بره بده تا بتونه مثلا سرشو عمل کنه، خونریزیش مثلا خونریزی کرده سرشو عمل کنه. نه، این الان وضعیتی نیست که کسی دنبال منافع شخصیش باشه. مردم باید استفاده، یعنی باید به مردم سرویس داده شده بشه، مردم باید با هم مهربون‌تر باشن تو این شرایط. واقعا الان شرایط شرایطی که هر کسی یک مسئولیت و یک وظیفه داره. من کادر درمان اگه تو ایران بودم، تو بیمارستان بودم، اگه مریض می اومد باید اصلا خیلی چیزای فاکتورهای مقدماتی رو نادیده می گرفتم و به مریض کمک می کردم. واقعا باید این کار آدم هست. یعنی اون جمله معروف المأمور و معذور نباید انجام بشه. مأمور باید حرف حق رو دنبال کنه، نه فقط امر بالا دستش رو. من دقیقا شنیدم که مثلا میگفتن کسایی که خونریزی مغزی میکنن میان میگن بهشون نرسید، بذارید بمیرن، انقدر خونریزی کنن. نه واقعا نباید اینجوری، یعنی واقعا اینجوری، واقعا میدونید سهممونم یک هر کی به اندازه خودش، به اندازه سهمش روی مسئله قدم بذاره و وظیفه‌شو انجام بده. بسیار ممنونم از شما. یکم خوشحال شدم که پدرام با شما ازدواج کرده، چون این اهل ورزش و فوتبال و این چیزا هست، هرچی بزنه خودشو به در و دیوار شما ازش مراقبت میکنید. مراقب هم دیگه باشید به با امید دیدارتون، حالا چه آمریکا، چه سوئد، چه ایران. خیلی ممنون که با ما بودید. ممنون، مرسی از وقتی که گذاشتین. به امید، به آرزوی پیروزی و به امید روزی که ما ایران رو آزاد ببینیم و هممون راحت بتونیم در میدان آزادی، در میدانی که من عکسش توی فیسبوک هم گذاشتم، دوره هم دیگه جمع بشیم و جشن بگیریم. بله، فیسبوک شما رو نشون دادم، خانم مهناز موسوی دوستم و آقای پدرام طنازی به اصطلاح زن شوهر یا زوج و زوجه‌ای که من افتخار آشنایی با اینها رو دارم. خیلی ممنون که با ما بودید. امیدوارم فردایی بهتر در انتظار همه ما و شماها باشه. و همچنین ممنون، بدرود. مرسی. خب دوستان عزیز، با دوستمون همشهریمون آقای پدرام طنازی و همسر ایشون بودیم. ممنونم از دوستانی هم که اینجا هستن. آقای رهایی یکی از دوستان قدیمی، یه جورایی میشه بگیم فامیل ما هستن، و آقای شاهین غلامرضایی، همچنین آقای امیر موثقی. از دوستان خواهش میکنم این ویدیوها رو با دوستانشون هم شیر کنن. من یکی دو دقیقه دیگه یا چند دقیقه دیگه برنامه خودم میذارم، بعد از یکی دو هفته که با شما نبودم، شما هم میتونید بیاین توی اون برنامه حرفاتونو بزنید و به قول دوستان هرچه میخواهد دل تنگت بگو، تا ما هم نظرات شما رو با دیگران در میون بگذاریم. صحبتهای جالبی شد. اینجا میگه که آقای غلامرضایی خندداریش اینه که مریم رجوی مثل که گفته میخواد حاضر قبول کنه رئیس جمهور باشه، مثل که رئیس جمهور بودن شغل خیلی سختیه. به قول معروف اگر رئیسی میتونه انجامش بده، هر بی سواد دیگه هم میتونه انجام بده. آقای موثقی میگه اسلام به هیچی جز زور بند نیست. و بله، آقای شاهین غلامرضایی راجع به مریم رجوی، جالبه که این بار آقای مسعود رجوی پیام نداده یا من نگرفتم تا حالا، دیگه اون به قول معروف نخنما شده، خیلی افتضاح شد بعد از اون چند باری که گفتن. آقای محمد دانشگر میگه رئیس جمهور کجا؟ اینا اون وقتا میگفتن طرفو به ده را نمیدن، آدرس خونه کت خدا رو میپرسه. دوستان از این که با ما بودید ممنون، متشکرم. نظرتون رو درباره صحبت‌های پدرام طنازی و همسر ایشون خانم مهناز موسوی میتونید بنویسید و این ویدیو رو روی یوتیوب هم قرار میدیم در بایگانی و روی برنامه‌های زنده مردم تیوی هم پخش میشه. این ماجرای برنامه زنده حتما تلویزیون‌های دیگر هم دیدید که این مشکل هست. الان وقتی هم باز پخش میشه، باز اون کنارش می‌نویسه لایو، چون این سیستم یوتیوب و
سرویس های دیگه هست که شما وقتی اون پلیلیست رو میذاری اونا به عنوان لایو فقط قبول میکنن و دیگه مثل قبل نیست که ما بنویسیم ریران یا بازپخش. در صورت مهم اینه که شما ببینید، نظر بدید. مهم این نیست که کی کی چه موقع کسی چیزی گفته. یه چیزی رو اگه گفتن درسته گوش کنید، انجام بدید، اگرم نه از کنارش بگذرید. یه نفر تو این صحبت‌ها برای من نوشته بود که آقای سوربی الان زمانی نیست که تفرقه بندازید. گفتم شما وقتی میگید تفرقه باید کلمه اتحاد و اتفاق و اینها رو هم خونده باشید، یاد گرفته باشید. شما با کی متحد هستی؟ شما با کی متفق هستی که من بتونم بیام تفرقه بندازم؟ اگر من با یک برنامه به این سادگی میتونم بین شما و اون همدستتون، متحدتون، همگامتون تفرقه بندازم، اتفاقا خوبه، نشون میده که اون همراه شما از اول نبوده. بعدم چرا شما اینجا وقت تلف میکنید؟ برید اونا رو حمایت کنید، اونا رو تقویت کنید. امیدوارم که هممون بیشتر از منطق استفاده کنیم، کمتر از احساسات و شور حسینی. و من خودم باور دارم که مردم، مخصوصا همسران و برادران و نمیدونم پدران این خانم ها، باید با اینها بیان توی خیابون. درسته که حالا دوستون میگه که چون اینها مسلمونن رعایت میکنن خیلی، ولی ما دیدیم چه صحنه های وحشتناکی با همین خانم ها با وجود مسئله محرم و نامحرم و محرم و اینا اجرا میکنن. در اصل امیدوارم روزهای بهتری در انتظار همه ما باشه. تا چند دقیقه دیگه برنامه خودم با شما هستیم، یه به اصطلاح بریک کوتاه یا یک قطعی کوتاه خواهید دید. دیدم تو بعضی از تلویزیون ها میگه که بریم یه تنفسی بکنیم، بیا انگار اون وقت حالا نفس نمیکشید. شما دو دقیقه نفس نکشی خفه میشی و میمیری. حالا بریک یا استراحت کوتاهی بگیریم و برگردیم با شما خواهیم بود. خیلی ممنون که با ما بودید.